حامی پیشین رقیب کنونی عطا محمد نور والی بلخ در یک انتقاد بی پیشینه از دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور و ایران معاملگر خطاب کرد. آقای نور در همایش گرامی داشت از 30 سال روز درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم برای اینکه مردم را تشویق به رای دادن بعد دکتر عبدالله کرده است معذرت خواست و افزود که رئیس اجرایی تنها در تلاش افز چوکیش است. از همه خانواده ها معذرت میخواییم و از همه متحدین سیاسی که ما نتانستیم درستر به حقشان برسانیم از اینا معذرت میخواییم. ما همه این فداکاری ها را به پای کسی ریختندیم که امروز توانایی و جرأت ای را نداره که این امانتداری را توانایش داشته باشه که حفظ بکنه و واقعا نمایندگی بکنه و واقعا استادگی بکنه تا به حق مردم برای گرفتن حق مردم مردانه اوسوار استاد شود. حتی محمد نور و ادخلافی های رئیس اجرایی را به مانند نیش زدن گژدم و به مسابی نامردی می داند. میگه که نیش نامد از نیش عقرب بدتر است. پس بزن عقرب که دردش کمتر است. نیش گژدم از نیش نامد که دردش کمتر بده. ولی درد نیش انسان های نامد خیلی دردآور است و ماندگار است که داغش نمیره. اون مرد قدیم میگه که زخم شمشیر میره و زخم زبانی یک معنی دارد. آقای نور همچنان میافزاید که مذاکرات حزب جمعیت با رئیس جمهور همچنان ادامه دارد و تا آخر ماه روان نتایج آن مشخص خواهد شد. والی بلخ اعلام کرد که برای استادگی در برابر معاملگری های موجود در حکومت در انتخابات آینده ریاست جمهوری وارد مبارزه خواهد شد. تو نمیتونی آنچه را که ملت میخواهد مسئولیتش به شانه های خود حمل کنی و به سرمنزل مقصود برسونی. این توانایی در وجود تو دیده نمیشه. ما نمیخواهیم آنچه را که تو نمیتونی تحقق بدی با حمایت میلیونی ما، پس با تو ودا میکنیم. بهتر است که ما خط سیاسی خود جدا بکنیم. تنش میان عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و ریاست اجرایی پس از آن بالا گرفت که آقای نور به نمایندگی از این حزب وارد برخی مذاکرات با رئیس جمهور غنی شد. ریاست اجرایی کشور حاضر نشد تا در مورد اظهارات والی بلخ چیزی بگوید.